19 بهمن ماه سال 1360 وقتی خانه مرکز فرماندهی ترورهای منافقین در زعفرانی تهران ضربه خورد، موسی خیابانی که نفر دوم سازمان منافقین بود، به همراه اشرف ربیعی همسر مسعود رجوی و حدود 20 نفر دیگر از نیروهای رد بالای سازمان در درگیری با نیروهای امنیتی سپاه پاسداران کشته شدند. عملیات بزرگ زعفرانی یک بازمانده هم داشت، فرزند کوچک مسعود رجوی، پسری به نام مصطفی. شهید لاجوردی دادستان وقت تهران در حالی که طفل کوچکی رو در آغوش داشت در مقابل دوربین صدا و سیما به توضیح عملیات پرداخت و خطاب پدر بزرگ کودک، پدر مسعود رجوی که در مشهد بود، گفت که برای تحویل گرفتن کودک میتونه به دادستانی مراجعه کنه. مصطفی رجوی به پدر بزرگش در مشهد تحویل داده شد و منافقین به دستور مسعود رجوی بعد از چند سال او رو به صورت پنهانی با سختی‌های فراوان از کشور خارج کرده و به فرانسه منتقل کردند. مصطفی بعد از ورود به فرانسه در تشکیلات منافقین به نام محمد رجوی شناخته می‌شد. او در همونجا تا مدتی تحصیل کرد تا اینکه با دستور پدرش به پادگان اشرف در عراق منتقل شد. بعد از شکست سنگین منافقین در عملیات مرصاد و در زمان جنگ کویت، رجوی به بهانه خطر جنگ برای کودکان اونها را از خانواده‌هاشون جدا کرد و به اروپا برد و در پانسیون‌های متعلق به سازمان نگهداری کرد. سالها بعد زمانی که پادگان اشرف با بحران نیرو مواجه بود، این بچه‌ها رو که عموماً در دوره پایان نوجوانی بودند به اشرف بازگرد. در این بین محمد رو هم که خودش هیچگاه دلش نمی‌خواست به پادگان اشرف در بیابان‌های عراق بره، همراه اونها به پادگان برد. حضور محمد رجوی در پادگان اشرف یه استفاده بزرگ برای مسعود رجوی داشت. او می‌خواست بگه من استثنایی قائل نیستم و پسر خودم رو هم به پادگان اشرف آوردم. محمد با ورود به پادگان اشرف آنچنان ناراضی بود که از همون روزهای اول سر ناسازگاری گذاشت. و سرکردگان رد بالای سازمان نیز برای پنهان کردن نارضایتیش از مناسبات فرقه درون منافقین و اختلاف با پدرش، او را در خونه جدا در پادگان اشرف جای داده بودند و انواع اقسام امکانات رو با این هدف که او را راضی نگه دارند در اختیارش گذاشتند. فرزند مسعود رجوی که از بریدگان سازمان به حساب میاد، یک بار با همراهی چند تن از دوستان همسن و سال خودش همراه با یک خودروی سنگین نظامی شبانه به سیمخاردارهای اطراف پادگان اشرف زد و در حالی که سعی داشت از سقف کامیون به اون سوی سیمهای خاردار بپره، توسط یکی از محافظین دستگیر شد. نفرات همراه محمد همگی به انفرادی منتقل شدند و به شدت تحت فشار کتک و شکنجه قرار گرفتند، اما او صرفا به محل اقامت خودش منتقل و اونجا محبوس موند. بعد از سقوط صدام و ورود آمریکایی‌ها به عراق، آمریکایی‌ها به سراغ اشرف و ساکنانش هم اومدن تا هم از وضعیت پادگان اشرف و هم ظرفیت ساکنان اون برای بکارگیری در عراق مطلع بشن، که با مخالفت شدید سرکردگان سازمان روبرو شد. بعد از خروج منافقین از کمپ اشرف، محمد رجوی با منافقین به لیبرتی منتقل شد و در مراحل انتقال به کشور آلبانی از عراق خارج شد و به نروژ فرستاده شد. محمد در نروژ از یک سو دیگه یه نوجوان نبود که با فشار و محدودسازی سرکردگان سازمان امکان صحبت کردن علیه تشکیلات رو نداشته باشه. از سوی دیگه هم ترس از تصمیم سازمان به حسب او، که البته برای منافقین مسئله دور از ذهنی نیست، باعث شد تا فقط چند بار اون هم به صورت مختصر به انتقاد از سازمان بپردازه. انتقادات او واکنش سازمان رو به این صورت در بر داشت که شرایط راحت‌تری رو برای زندگی او در نروژ فراهم کنه. از حقوق چند هزار دلاری ماهانه تا خرج بالای تحصیلش در یکی از دانشگاه‌های معتبر نروژ از جمله امکاناتی بود که سازمان برای ساکت کردن پسر رجوی پرداخت می‌کرد. اما اینها موجب نشد تا محمد رجوی به انتقاداتش نسبت به سازمان و شکنجه نیروهای اون دست برداره. سرانجام به دلیل اعتراضات و انتقادات تندی که علیه سازمان منافقین بیان می‌کرد، توسط نیروهای این سازمان بازداشت و به مکانی نامعلوم برده شد و پس از بازجویی و شکنجه مدتی بعد از زندان آزاد شده و به خونه امن در اردوگاه اشرف منتقل شد تا تحت حفظ بمونه و سازمان بتونه در مدتی مشخص برای وضعیت او تعیین تکلیف کنه. محمد پس از انتقال به خانه امن سازمان منافقین موفق میشه که در یک فایل صوتی به صورت مخفیانه وضعیت خودش رو ضبط کنه و فایل رو برای یکی از دوستانش در سازمان که او هم منتقد رفتارهای سازمان بوده ارسال کنه. او اعلام کرده بود که اینها قصد دارن من رو از بین ببرن. در صورتی که خبری از من نیافتی و مطمئن شدی که منو کشتن، این فایل رو منتشر کن.
حالا بعد از چند سال فرد مورد اعتماد پسر مسعود رجوی به دلیل عدم اطلاع از وضعیت دوست صمیمیش فایل صوتی افشاگری وی علیه سازمان منافقین رو منتشر کرده. محمد رجوی در این فایل صوتی که چند سال پیش و قبل از اینکه سازمان منافقین اردوگاه اشرف رو ترک کنن ضبط کرده، از 3 روز حبس و شکنجه خودش خبر میده و میگه بر اثر این شکنجه و حبس روانی شدم. او در این افشاگری میگه رهبران مجاهدین برای سفیدسازی جرایمی که در حق من مرتکب شدن، منو وادار به نوشتن اعترافات دروغین علیه خودم کردن. محمد رجوی در مورد زندگی خودش گفته: من بدبخت‌ترین بچه دنیا هستم. وقتی که نوزاد بودم مادرم در خانه یتیمی در تهران کشته شد. بعد از اون با پدر بزرگم بودم که توسط تشکیلات به فرانسه برده شدم. در اونجا با 4 محافظ به مدرسه می رفتم و عصرا هم معلم خصوصی داشتم. حق نداشتم با بقیه بچه ها بازی کنم و بعد هم که به اینجا اردوگاه اشرف آورده شدم. او که علیه کارفرماش یعنی سازمان مجاهدین خلق شکایتی تنظیم و در دادگاه نروژ ارائه کرده بود به پیروزی رسید و اکنون آزادانه در کشور نروژ زندگی میکنه. از اینکه همراه ما هستید سپاسگزارم. اگر به تاریخ و شخصیت‌های تاریخ علاقمند هستید، ما رو سابسکرایب کرده و با لایک و کامنت همراهی بفرمایید. متشکرم.